بسم الله الرحمن الرحیم. شورای سراسری هزاره های افغانستان اعلام موجودیت کرد. هدف این شورا در چوکات نظام طالبانی چی خواهد بود؟ و در ادامه این گزارش سخنرانی های بسیار مهم از بزرگان این گردهمایی. این مردم هم به شریعت پایبند است، هم به افغانستان پایبندی دارد. از این مردم کرده صادقتر، کوشاتر، زحمتکشتر، درس خوانده تر شما در افغانستان ندارید. بیایید از این ظرفیت استفاده کنید. اکثر مردم افغانستان با تاسف اشتباه گرفتن، فکر میکنن که هزاره یعنی شیعه. نخیر، این با تاسف حتی مردم افغانستان با تاسف اشتباه گرفتن، فکر میکنن که هزاره یعنی شیعه. نخیر، این با تاسف حتی در ذهن و افکار. برای جزئیات بیشتر این گزارش بسیار مهم را تا آخر بیننده باشید و برای تازه ترین خبرها از سراسر افغانستان کانال شهر تیوی را حتما دنبال کنید. بعد از تایید و تکذیب‌های گوناگون به تازگی رسانه‌های افغانستان از کابل خبر دادند که شورای سراسری هزاره‌ها و اقوام افغانستان تحت رهبری آیت الله واعظ‌زاده بهسودی اعلام موجودیت کرده است. این شورا متشکل از هزاره‌های شیعه، هزاره‌های اهل سنت، هزاره‌های اسماعیلیه و همچنین سایر اقوام افغانستان است. خبرگزاری‌های متعدد از پایتخت افغانستان گزارش داده است که آیت الله واعظ‌زاده بهسودی بعد از ظهر روز جمعه هنگام اعلام موجودیت رسمی این شورا گفته است که این شورا به هدف وحدت همه ملت افغانستان اعلام موجودیت می‌کند. او همچنان افزوده که ما در 6 ماه گذشته تلاش کردیم که هزاره‌های شیعه و سنی را با هم متحد بسازیم و اختلافات خیش را رفع کنیم. مطابق گزارش های ارسالی، آیت الله بهسودی زاده افزوده که تلاش ما این است که بتوانیم همه اقوام افغانستان را برای ساختن این کشور متحد کنیم. آیت الله واعظ‌زاده بهسودی هدف از ایجاد این شورا را متحد ساختن هزاره ها و ایجاد وحدت میان اقوام افغانستان خوانده و بر مشارکت اقوام افغانستان در قدرت تاکید کرده است. او همچنان گفته هدف ما این است که ما در قدرت به منظور سهم گرفتن در ساختن افغانستان و دفاع از این خاک مشارکت داشته باشیم. ما خوبی را در کنار انجام یک خوبی دیگر می خواهیم. آیت الله بهسودی پیشنهاد ایجاد ارتش 500 هزاری را به طالبان داده و گفته است که وقتی طالبان اعلام می کنند که 100 هزار ارتش تشکیل می دهد، ما می گوییم که 100 هزار از 4 قوم بزرگ افغانستان و 100 هزاری دیگر از سایر اقوام افغانستان در ارتش افغانستان به منظور دفاع از این خاک ایجاد شود. جزئیات بیشتر را از زبان خودش بشنوید. ما امروز اعلام میکنیم به دوستان امارت اسلامی، این مردم هم به شریعت پایبند است، هم به افغانستان پایبندی دارد. از این مردم کرده صادقتر، کوشاتر، زحمتکشتر، درس خوانده تر شما در افغانستان ندارید. بیایید از این ظرفیت استفاده کنید و ما اگر معنی مشارکت را میفهمیم و شعار میدهیم اینه که ما در عزت دادن به افغانستان مشارکت میکنیم. ما در این که افغانستان را به عظمت برسانیم میخواییم مشارکت بکنیم. ما نمیخواییم قدرت رو تقسیم بکنیم، میخواییم قدرت رو ایجاد بکنیم. مثلا اگر برادران امارت اسلامی میخواهد اردوی 100 هزاری داشته باشد، 100 هزار اردو هزاره آماده میکنه در کنار شما. در همین حال مولوی سراج الدین بدخشی نماینده هزاره های اهل سنت افغانستان گفته که ما امروز بدور از همه تعلقات فکری و مذهبی زیر یک چتر واحد به نام هزاره جمع شده ایم. قبلا گفته می شد که هزاره یعنی شیعه، در حالی که چنین نیست. هزاره اهل سنت نیز در این کشور حضور دارند. وی با بیان این که هزاره یک مذهب و یک تفکر نیست گفته که هزاره من حیث یک تبار و یک قوم در افغانستان حضور دارد و امروز همه هزاره ها متحد شده است. جزئیات بیشتر را از زبان خودش بشنوید. هزاره یک ملت افغانستان شمول هست. 15 میلیون هزاره در 34 یا 32 یا 33 ولایت افغانستان پراگنده است. یعنی هیچ ولایت در افغانستان وجود نداره که در اونجا ملت هزاره حضور فیزیکی خود نداشته باشه، در اونجا زندگی بسر نبرند. اکثر مردم افغانستان با تاسف اشتباه گرفتن، فکر میکنن که هزاره یعنی شیعه. نخیر، این با تاسف حتی در ذهن و افکار اکثر
اشخاص دانشمند جابجا شده که مجردی که در افغانستان صدای ازاره بلند میکنی فکر میکنه که ازاره گفته تو شیعه هستی. نه خیر، ازاره علی تسنن هم هست، علی تشیع هم هست، اسماعیلی هم هست و دیگر اندیش هم هست. به خاطر که ازاره قوم هست، مذهب نیست، مکتب فکر نیست، ایدئولوژی نیست، یک چیز فقهی نیست، بلکه یک قوم هست. قسمی که پشتون یک قوم است، تاجیک یک قوم است، ازبک یک قوم است، بلوچ یک قوم است، ایماق و دیگر ملت ها قوم هستند، هزاره هم یک قوم است. هزاره بلکه از بزرگترین قوم های افغانستان است. از اینکه اینها در رأس نبودند، در جایگاه نبودند، از حق و حقوق خود دفاع کردند، نتونستند که محرومیت قرار گرفتن و چراغ اینا خاموش شده و اینا را در جامعه کس نشناختن، بلکه افغانستان امروز در افغانستان هزاره ها بزرگترین ملیت را تشکیل میده. بیننده های محترم کانال شهردوی، نظر شما در مورد ایجاد شورای جدید هزاره های افغانستان و رهبر جدید برای هزاره ها چیست؟ نظر خیش را در کامنت همین گزارش با همه به اشتراک بگذارید. تشکر از اینکه تا آخرین گزارش با ما همراه بودید. تا گزارش دیگر، خدا نگهدار.